در دو سه روز گذشته انتشار خبرهایی از ممنوع الخروجی سمیرا زرگری مربی تیم ملی اسکی زنان ایران از سوی همسرش با توجه به قوانین رایج در ایران بازتاب بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داشته. خیلی از کاربرها نگاهی کردن به قوانین ازدواج در ایران و اینکه به نوعی مغایرت داره با حقوق بشر. مواردی هم در گذشته اتفاق افتاده، از جمله ممنوع الخروجی نیلوفر اردلان بازیکن سابق تیم ملی فوتسال زنان ایران و موارد مشابه. همینطور کاربرها نگاهی کردن به صدور احکام زندان و بازداشت فعالان حقوق زنان که در واقع برای آگاه سازی و توانمند سازی زنان دچار دردسرهای قضایی و پیگرد قضایی میشن در جمهوری اسلامی. کاربر اشاره کرده به هدا امید و نجمه واحدی، دو تن از فعالان حقوق زنان، و گفته از مصادیق جرمی که به هدا امید نسبت داده شد یکیش همین شناسایی و معرفی دفترهای اسناد رسمی برای ثبت شروط ضمن عقد به زنان بوده که معرفی میکرده این دفاتر اسناد رسمی رو، و یکی از اتهامهاش بوده اونگونه که یک کاربر به نام یک وکیل با نام کاربری یک وکیل در توییترش نوشته. اما الهام یوسفیان هم در توییترش نوشته اینکه کسانی میگن با آدم خوب ازدواج کنید تا به شروط ضمن عقد در ایران نیازی نباشه، احتمالاً یا با انسان و پیچیدگی‌های اخلاقی و رفتاری اون آگاه نیستن، یا قوانین جمهوری اسلامی رو خیلی خوب نمی‌دونن و از اون در واقع بی اطلاع هستن. این که بایستی که به قوانین اتکا کرد، به قوانینی که منطبق باشه با حقوق بشر و نه به تشخیص شخصی افراد، و اینکه ممکن است که کسی داره خصوصیات اخلاقی مثبت باشه و یکی نباشه. اما کاربر دیگری به نام علیرضا هم در توییترش اشاره کرده به قوانین ازدواج و اینکه به نوعی هم چه برای زن و چه برای مرد داره مشکلاتی میشه در ایران. نوشته که ممنوع الخروج شدن سمیرا زرگری اگر ناراحتتون کرده، بدونید که بیش از 500,000 مرد به خاطر مهریه ممنوع الخروج هستن و اموالشون هم به خاطر مهریه توقیف شده و اگر قسط مهریهشون رو ندن اونها راهی زندان میشن و این قوانین در واقع به نوعی مغایر هست با قوانین رایج در جهان، قوانینی که منطبق هست در بسیاری از کشورها با حقوق بشر و حقوق انسان ها. مهسا هم در توییترش اشاره کرده به همین موضوع و گفته که درد اونجاییه که خیلی از همسرها و شوهرهای در واقع شبیه همسر سمیرا زرگری لزوماً نه انسانهای مقید به قوانین مذهبی هستن و نه سنتی، حتی ممکنه مخالف جمهوری اسلامی و قوانین اون هم باشن، اما وقتی که پای منافعشون در میان میاد و به میان میاد از قوانین رایج در ایران و جمهوری اسلامی استفاده میکنن برای اینکه به منافع خودشون برسن. البته خیلی از کاربرها همین رو درباره خیلی از زنها هم، زنان ایران هم در واقع مطرح کردن که به نوعی سوء استفاده میشه یا استفاده میشه از قوانینی که مغایرت داره با برخی قوانین انسانی و در ایران رایج هست. سام رجبی هم که خودش قهرمان ورزشی هست هم مقیم خارج از کشور، گفته تا زمانی که جمهوری اسلامی حکمرانی میکنه و قوانین اسلامی در واقع سایش بر سر مردم هست، سمیرا زرگری نه اولین قربانی خواهد هست و نه آخرین قربانی خواهد بود.